سلام. سلام به همه دوستای عزیزی که همین لحظه لایو من از طریق فیسبوک شخصی خودم مسعود فنایی تماشاگر هستم. اولتر از همه میخوایم بفهمم که صدا درست است یا باید پکه را خاموش کنم، چون خیلی سر صدا میکنم. دوستای عزیز صدا درست است یا نه؟ دوستای کمی لحظه تماشا میکنم. نعیم جان سلام، میشه برام بگویی که صدا درست است؟ عمر سنا تشکر. خب دوستای عزیز، لایو امشب ما به خاطر یک موضوع است که دمی چند روز، دمی حدودا یک هفته، یک موضوع بسیار کلان بگویم یا کوچک بگویم شده بود. منتظر می باشیم یک چند دقیقه که بیننده یک ذره زیاد شود، که خصوصا یوتیوبرای عزیز، مستقیما برشان میگم محترم یوتیوبرای نازنینه که از طریق یوتیوب بسیار کوشش میکنن که به زندگی شخصی یک کس لطمه و ضربه وارد کنن. ما اول تشکری میکنم، غیر از یک تعداد، همگیشان نه، غیر از یک تعداد. بازم سلام تقدیم میکنم با همه کسایی که در لایف آمده را ایستن میبینن. یه خواهش هم دارم کسایی که میتونن لطفا شیر کنم این لایف ما، که لایف ما، لایف ما البته ما مردم کابل یک عادت داریم، ما میگیم زیادتر، دور از خوبایش. بله بله خاله جان، دور از خوبایش. ما برای همه گیشان نمیگم، بیشتر هم گفتم که غیر از یک تعداد. یک موضوع دمی روزا شد دوستای عزیز، همه گی شاهد هستیم. کامنت های کسی را که جواب ندادم یا تیر شد از پیش معذرت میخوایم. قبل از قبل سلام به همه گی میگم. امی چند روز امی موضوع همایون افغان و امی موضوع دزادوزی و ایگه پایشان که زیاد تا بالا شد، ما از شروع تا آخر بکمل بر تا میخوایم یک تشریح کنم. ای که کسی باور میکنه نمیکنه مربوط به من، همیشه بالا خداوند است، خودش میفهمه، عقل مبین او است. و صدارش نوری امیال بر لایو سایل داره که ما چند روز پیش پوستا مانده بودم که خداوند با صبر کننده ها است. ما یک چیز میخواستم بگویم که امی موضوع همایون افغان، ای که خودش چرا نخواست چهره از او آدم افشا کنه، او را میمانیم یک طرف. شاید کتش گب زده باشه، چون گب زده اون نفر خوب سعیم هم میشناسم، خود همایون هم میشناسه و خودش هم میشناسه، خوده که ما از او را میشناسیم. دیگه موضوع ما دهی است که اما این افغان گفته که دوست ما، رفیق ما، کسی که کتی ما همیشه یک جای بود، کامنت برش می آید که مسعود فنایی. اما یک تعداد مردم مستقیم گفتن که مسعود فنایی است، یه از او است. خیر، به هر صورت ما تشکری میکنم از او کسایی که بسیار زود قضاوت کردن. نگه اینمی رو میخواستم برای دوستا بگویم که تنها دوستش من نیستم، دیگه دوستا هم داره. اون نفره که من میشناسم خوب صحیح همگی و یوتیوبرای ما که یک تعداد آجل گرفتن که علا فاش کرد،
ببینید دوستان، اینمین لحظه یک کامنت بر ما آمده، امروز یک ویدیوی تا دیدم که موی نفر قلچی میکنی در جریان لایف، ایتو یک گپ مثلا میآید. اما این افغان لایف بود، کلگیتان برین ببینین صفحهشه. اما این افغان لایف بود، در لایف برش کامنت میآید که مسعود فنایی میگه نخیر، مسعود فنایی خو هست یا نیست با سبا معلوم میشه. چرا؟ همین برنامه که بعض دوستان من چون در یوتیوب خود همایون افغان دیدن یا ندیدن برین ببینین، من رفتم که برنامه ثبت کردم. این برنامه را دینش هم نشر کرد، ما ثبت کرده بودیم سه روز پیش برنامه ثبت میشه و در این سه روز پدر و مادر و خوار و برادر و همگی ما طلاق و ترازو شد. بازم تشکری میکنم از او کسایی که کامنت های منفی دادن، از او کسایی که دو دشنام دادن، ما تشکری میکنم ازشان، چون هر کس نماینگر تربیه فامیلی خود است. دیگه ویدیو که نشد شد، یک تعداد کسا آمدن معذرت خواهی کردن. ما گفتم فقط جواب ما یک چیز بود که تشکر از قضاوت زودتان. دیگه ای که ما برفتم که دمایین گپ زدم، دمایین گفتم چی دلیل که تو چهری از یادم فاش نمی کنی؟ گفت بخاطر که از ما معذرت خواهی کرده، کتی ما گپ زده، گفته که من حاضر هستم که پول کلگی را پس بپردازم و دیگه اصلا که رضا فقیری میگه دروغ میگی. آقا تشکر از خودتان، جان سپاس. دیگه یک موضوع هست که پیش مام تصویر از آدم هست، عکسش هم دارم، اون نفر هم میشناسم خوب صحیح. اما همایون خودش برای من گفت که نکن، گفت ای آدم افشا نکن، حال همه تو میمانیمش تا که آدم معلوم شود که چی میگه. این حال ما لایو ما اصلا به خاطر ازمی بود که امشب ما گفته بودم که من لایو میشم، روی از این دلیل که اما اون که چرا فاش نکرد پوش میمانیم یک طرف، دومی که نام ما فقط در کامنت لایو از آمده بود، اما اون به زبان خود نگفته بود که مسعود فنایی است. من هم میفهمم که چرا این گپ مردم پشتش شلع گرفتن. نه استاد آرش، من مجبور استم خود دخیل بسازم به خاطر چی که مردم یک تعداد گفتم، خصوصا یوتیوبرای ما و مردمای نازنین ما که رفتن کامنت کردن که این گپ راست است. ببینیم وقتی که مردم ما کامنت کردن که بله این گپ راست است، ما اینی را میخوایم که چرا زود قضاوت میشه. اما ما برنامه سراچه را دیدم، ابراهیم عابد خوب یک گپ زده. ابراهیم عابد از ما را خوب دوست ما هم هست، کلگی میفهم هم مسلک هم هستیم، یک زمان در طلوع هم یک جای بدیم. ابراهیم عابد خوب یک گپ زد، گفت توی که در یوتیوب سرما برنامه میسازی و توی که خبر دروغ نشر میکنی و توی که میایی برای ما دسیسه جور میکنی، آیا تو خبر داری تا که ما برای فامیلم ثابت بسازم که من چی رقم آدم هستم، یا این کار ما کردیم یا نکردیم، یا این موضوع ای اتفاق سر ما افتاده یا نفتاده، تا که گپ موازی میشه، آیا تو میفهمی که چقدر فامیل ما دلش سرخار هسته؟ ایره مرا خوشم آمدی گپش. آرزو شیرزاد گفته یوتیوبرها به خاطر چند لایک هرچی میگن. نه، اینا یک تعداد آرزو جان بسیار فرق میکنه، خواهر گلم یک تعداد بسیار فرق میکنه. ما خالد جان امیال در لایو است، کتیما و آرش جان نوریام، هر دوی از اینا یوتیوب چینل دارن، یک تا دو تام ندارن، زیاد است شکر خداوند، زیادش کنه، آیدش هم زیاد شوه. ما هیچ ندارم، کلگی میفهمم. لفستور از تلویزیون آریانا بود که من چند وقت پیشم 8 ماه پیش، من تقریبا 8 ماه شد یا 5 ماه شد، اما قدرا من خدافیزی کردم رفتم دیگه. لفستورت پس تسلیم آریانا کردیم. 8 ماه گم بودم یا 5 ماه، 8 ماه، 7 ماه، هر چقدر که بود من گم بودم، اما باز نام من یاد شد و باز غوغا برپا کرد. مرا یک نفر میگه بانش تو مشهور میشی باز. ما گفتم ما آقا جان، من نه مشهور نیاز دارم که مشهور شوم، نه این ضرورت است. شکستاندن دل انسان در افغانستان و بین افغان ها ساده ترین کار است. بله استاد، استاد آرش باور به خدا کنیم سخت توهین شدم. خود ما
با سر سوزن ما در هیچ برنامه که سر ما ساخته شده از یوتیوب گرفتن، از کمره مخفی گرفتن، هرچی که دو زدیم یا نزدیم جور کردن، صدای ما انداختن، هرچی کردن و سلام. ما هیچ تا این میاله به هیچ کدامش واکنش نشان ندادم، اما اینجا موضوع حیثیت آبروی پدر ما بود. هر کسی آمد به پدر ما توهین کرد، هر کسی آمد دو دشنام داد. فکر نکنم که پدر ما بر ما ریاد داده باشه که تو برو بچه اینی کار کن، یا بر از او آدمی گپ هنوز ثابت نیست که آیا می کاری کده یا نکده، بیا با پدر مادرش دو بزنم نشته میکنه آجل که دور از دانمه، دور از دانمه که بر پدرت تو، با مادرت تو، با خوارت تو، با برادرت تو، فامیلت تو، خیلی حال کلگی کلگی از خود اونم اون آدمه که ما البته نمیخوایم شخصیت کسره و کرامت انسانی کسره زیر پای کنم، اما یک آدم از زیاد دو میزنه حال کلگی مثل از دو شده. ما فقط خواهش ما از مردم همی است که لطفا زود قضاوت نکنیم. او انسانایی که آمد پس معذرت خواهی کرد، ما برشان گفتم، گفتم از ما معذرت خواهی نکن، ما چی کاره که تو از ما معذرت خواهی کنی؟ خودت گفتی، یا همون مثل سابقه داریم میگه خود گفت و خود اندازه کرد و خود برید و خود چی کرد؟ دخت و اینا رو خود بپوشه. ما کار نداریم. اگه مثل اشتباه گفتم ما معذرت میخوایم. ما دوستای عزیز در تلویزیون خورشید وظیفه دارم، به یوتیوبش کار نمی کنم، برنامه که در تلویزیون نشر میشه نه کدام کمک است، نه کدام مساعدت است، نه کدام چینلی هست که از او. ما ایره به خاطر میگم که یوتیوبرای عزیزی که حالا میگیرن این لایو، ما این لایو میمونم، ایره سیو میکنم. یوتیوبرای عزیزی که میاین چی میکنن، باز میرن پس ایره برنامه جور میکنن. حفیظه جان، ما همایون نیستم، شما خطاب به همایون در اینجا کامنت کرده این معذرت میخوایم. من مسعود فنایی هستم. همایون چرا روی مرا سانسور کرد؟ حالا میایم سر از این موضوع. خب این موضوع رو خواه گفتم که از اینکه من نبودم، ما مسیجا هست بیشم که کده همایون چی رقم مسیج کردم، گفتم اشه که من میایم برنامه میسازیم، سر از این موضوع باید گپ بزنیم. گفت اوکی مشکل نیست. اما ما که رفتم، همایون گفت ما میخوایم که روی تسانسور کنم. من گفتم خیلی بیا یک کمدی کار میکنیم، چون من آدم کمدی هستم، برنامه من کلش کمدی هست. تشکر خواهر نازنین سوریا نورزاد، تشکر خواهر عزیز. من ایره میگم همایون که گفتم میگفه آه گفت بسیار خوب است، صرف به خاطر یک موضوع. ببینین ما یوتیوب کار کردیم میفهمیم، یک نقطه میمانیم که بیننده را جذب کنه. پس سانسور کردن روی ما نقطه بود که بیننده را جذب کنه. دوستای عزیز، ما در پاکستان که تمایون بودم، همینجا در کابل که تمایون بودم، روزا و شوا و ماوس تقریبا بگویم در تلویزیون آریانا که بگویم یک سال دو سه سال بودیم یک جای. جالبی است که ما از همایون جان، ما از همایون در درون عوض عکس گرفتیم، یعنی جان ما کلن بدون لباس بود. درست است در وزی قسمه که میرن کلگی میفهمه، نیاز نیست به زیاد که حالا یک تعداد یوتیوبرها از همیام جور کنن که مسعود فنایی در لایو خود چطیات میگه. نه ما حالا دیگه یک گپا بگویم از کلگی از یوتیوبرها باید زیادتر بترسیم که یک تعداد دور از یکان تاش که حالا کلش سرما کار نشد. خب روی ما که سانسور شد، روی اینی دلیل که خود ما سوژه را ساختیم که بیا خیلی روی سانسور میکنیم، بعد دوره میگیم اینی آدم است و بس اون واضح میسازیم. ما تو انگشترهای ما یارا کشیدم، پیرنتنبان پوشیدم، گفتم خوب است که او عکس که انداختی با پیرنتنبان است. از نگاه علم ژورنالیزم یا همون تدریس ژورنالیزم که اما اینجان خوب یک استاد هم است، کورسان داشت یک چند وقت، امیالام داره، یعنی اون وقت تدریسش زیادتر بود، حالا نی او بر ما گفت، گفت این غلط است که ما عکس زور افشا کنم، چون او آدم کتش گپ زده و اقرار کرده، همه چیز گفته، خلاص.
من موضوع ازی که نام ما که بالا شد چون همایون افغان، ما بازم به خاطر تکرار میکنم، دوستای عزیز نگوین که چقدر پر میگه و تکرار میکنن، نه، ما به خاطر ازی که بیننده که تازه اومده رو هستن و لایو میبینن، شیر کنین، یا خواهش شمیره شیر کنین که همه چینل ها ببینن. چینلی که به نام همایون افغان است با دری نوشته هست و پیرن زرد در جانش است در پروفایلش، ای از خود همایون نیست. همایون افغان یک چینل داره، یک چیز داره، فیسبوک پیج داره. او فیسبوک پیجی که گفتم 6000 لایک داره، او از خودش نیست. و همایون افغان فیسبوک خودش یا مو چینل ببخشید بسیار زیاد، پیج فیسبوک خودش حدوداً 40000 لایک داره یا بالاتر از 40000. او اصلی است، اما اونایی که جعلی است، مردم میر از امور اجداد 20 شیر میکنن. من نمیفهم چرا، دلیلش چی است. میمانم موضوع از این که او صفحه فیک عکس مرا انداخته بود، نشته کرده بود رفیقم. شما برین ببینین کامنتایش که چقدر به پدر مادر من توهین شده. خب من در خصیش نیستم، اما پیشتر دوستا یک چیز نشته کردن که به چطورکایی چطور دریا مردار نمیشه، اما ترست. اما موضوعی که فیسبوکش هست، ایرامینه براتون گفتم، ما اونجا کامنت کردیم، دوستا میتونن برن ببینن کامنت های ما که من کل چیز در اونجا واضح گفتم. اما این افغان فقط میگه که نخیر مسعود فنایی خو هست یا نی سبا معلوم میشه. اوکی، چون من کدی 6 تا بودم در برنامه، سبا برنامهش ثبت شد و نشر شد، خلاص دیگه. از دوستای عزیز، از یوتیوبرای نازنین، از تمام دوستایی که ایگپارا جور کردن، ایگپارا کلان کردن، ما خواهش میکنم که لطفاً یک دفعه اول دقیق شوین، او نادیده موزر از پای نکشین، خواهش مایی است. ما باور کنین که پری روز آنچنان گریان میکردم، چیخ میزدم در دفتر همایون افغان، بچه کاکای ما یا مثلا بچه همه ما، بچه خاله ما، یک تعداد دوستایی که در خارج هستن، همه گیشان برای ما اینمی گپ زدن که ولد این خو این تو گپ هست، چرا علم خدا نمیاریم ما، چرا بررسی نمی کنیم؟ خو اینی صفحه فیک هست، اینی صفحه اصلی است. خو فیک اینی چیز گفته، اصلی اینی چیز گفته، فیک اینی وقت ویدیو را شما برین ببینین، در صفحه فیک هم این افغان ویدیو پست شده، اما در صفحه اصلیش نشته است اما این افغان واز لایف، یا اون ساعتی که بسیاری ها دیدن نشته بود اما این افغان از لایف. دیگه این حالم امیدم، ما یک خواهش میکنم از یوتیوبرای عزیز، از تمام دوستای نازنینم که ما تا آخرین قدرت خود خدمت میکنیم. لبخند فقط برای ما همیشه گفتیم، برای ما لبخند دوستای مهم است. وقتی که لبخند نزنن یک از دیگه پایده میشه که برشان امکانات لبخنده جور کنه. ما نه یکی دیگه، یکی دیگه نه یکی دیگیش. اما لطفا اول خوب سعی همین یوتیوبرهای نازنین میگم که اینال ای لایف ما حتما میگیرن در یوتیوب میندازن. یک چیز جالب، من از تلویزیون آریانا خداحافظی کردم، آمدم شب لایف شدم، خداحافظی کردم، گفتم دوستان عزیز من دیگه اوجا نیستم، لاف استور آل مربوط من نیست، هر برنامه که میایه سابقه هست، اثر مندازن یا ای که دیگه برنامه مندازن، من نیستم. مقصد من خداحافظی کردم از تلویزیون آریانا، تشکری کردم از تمام همکارا و دوستای مثلا مروه احمدی، همایون افغان، رویا جان نادری، گیتا و ادریس جان، پوپل نازنین، همه گیره کدشان خداحافظی کردم، تشکری کردم ازشان، از قدردانیشان که دمق وقت کتیمه بودن گرفتن یوتیوبرهای نازنین، عکس مروه را جور کردن، عکس همایون افغان در مابین مرا عکس ما جور کردن، این طرف تیر زدن که دلیل برآمدن مسعود فنایی از آریانا، و این طرف تیر زدن که قهر شدن همایون افغان بالای مسعود فنایی. در لایو ما هیچ وجود نداشتی گم، ما مردم تمنیل نمیشناسیم. تمنیل یکی از بخشای است که یوتیوب میخواه از طریق از او بیننده خود بگیره، یوتیوب از طریق از او میخواه که ویور خود از زیادتر بسازه،
امیال بسیاری یوتیوبرای ما خودشان سابسکرایب نمیتونن تلفظ کنه، سابسپرک میگن، سابسپرایک میگن، یک چیزی میگن که هر چی که در دانشون اومد. حالا خب مایک شده 800 افغانی، تلفن شده 200-300 دلار و دمی موبایل ایدیتش میکنه و دمی موبایل چینل جور کرده انداخته. آید کنه نکنه میگه بالا در پاسش مقصد یکی رو بیاب کو ساتش دیر باشه. دیگه خواهش مهمی است دوستای عزیز، در اون موضوع اصلا دخیل نبودم، فقط به یک کلمه نامم در کامنت آمد، کدام ظالم خدا ناترس حتما سرش کمره مخفی گرفته بودم آمد نام من نشته کرد، کلان جنجال شد. امیالا برید یوتیوب سرچ کنین مسعود فنایی و همایون افغان نشته کنین ببینید چقدر ویدیو سر ما جور شده. یکی پشتیبانی کرده تشکر میکنم ازش، یکی نشته کرده که خبرهای عاجل همایون افغان چهره دو زفاش کرد، عکس من عکس من زده مسعود جان جناب برنامه فنایی با ادامه میتونی و خدا هدایت کند آدم های را جرت فرد میکنند. های های زیا رحمان جان، ما آخر رای پدره کوشش کرده رایستیم که ادامه بتیم. یک چیز بگویم پدر بچه یا بیخی پایین میباشه یا بیخی بالا میره، هیچ وقت برابر شده نمیتونه. ما هیچ وقت پدر ما شده نمیتونیم، ما هیچ وقت حشمت فنایی، مرحوم حشمت فنایی شده نمیتونیم. بازم رایش ادامه میتیم، کوشش میکنیم که بتونیم یک لحظه لبخند برای مردم بیاریم. اگر میخواین که برنامه‌ای که تنظیم کمدی میسازم، یک مارکتینگ هم میکنم براتون، برین در چینل خورشید تیوی، برنامه پشت پرده. برنامه پشت پرده برنامه هست که تنزی هست، کمدی هست، انتقادی هست، انتقادی که سر همه موضوعات افغانستان، همه موضوعات بین المللی، نه تنها افغانستان، بین المللی ما موضوعات میگیریم. یک گروه چهار نفری هستیم که میخواییم که برنامه کمدی بسازیم. تنها به تلویزیون نشر میشه، باز اونا در یوتیوب خودم مندازن. اگر میخواییم برنامه را ببینیم، برین در اونجا ببینیم. دیگه پشت گپ ناق مردم نگردیم، نافامیده، نادانسته، او نادیده موزر از پای نکشیم و کل چیزش یک طرف به این پدر و مادر کس تبیین نکنیم، بخصوص که پدر و مادرش فوت کرده باشه. چند روز پیش یک دوست من یک پست مانده بود که اگر در مقابل ازبلا سلطانی مانده بود، اگر در مقابل پدرتان یک کس شما را بگوید توف به ذاتت، چی میکنیم؟ هم اگه کامنت برشمی یک چیز کده بود که دانش میده میکنیم ایناله. خب باز اینجا موضوع ملامت و سلامت هم مهم است. خب تا جایی که من اطلاع گرفتم از ازبلا پرسان کردم، گفت نه ملامت جانم مقابل بود که بر من یه پس زده. دیگه دل آدم بسیار درد میکنه. خیر باشم، ما واقعا گفتم امی سه روز حالت را تیر کردم، حالت را تیر کردم. دینه شو پست مانده بودم، استوری مانده بودم که فردا شب لایف میشم. یکی از دوستا در اینستاگرام ریاکشن خنده روان کرد، ما گفتم اگر بفهمی که چی حالت کشیده هستم خنده نمی کنی. گفت تو خندیم دایی گرفت که چطور خوب تسمقات دادی به مردم که من اینی تایم در اینستاگرام هستی این تایم دایی. ما گفتم به خاطر که درد دیدی تسمقات می دادم که مردم می فهمن. خب دوستای عزیز، زیادتر وقت تانه نمی گیرم، درد سر نمی تومتون، لایو ما خسته کن نشه براتون. خواهش من میستم این لایو را شیر کنین تا همون صفحه فیک و اینا همگیشان ببینن و دوستای عزیز که زیادتر در این موضوع همین چند موضوع را در آخر هم واضح میسازم. اما اینجا صرف به خاطر ازی که دوست گفته یاد کرد، همگی دوستش میفهمید که من هستم، نام مرا بالا آوردن. اما این در لایو خود فقط همکر گفت که نه خیر، مسعود فنایی هست یا نیست فردا معلوم میشه، چون ما یک روز پیش از لایو شدن از او برنامه ثبت کرده بودیم. لایوش با همون لباسی هست که کتیمه در برنامه شیشته، برین ببینین دیگه اون موضوع از